که تو دهه در واقع 40 و 50 تو این در واقع محافل روشنفکری، ورزش هم یکی از نشانه های روشنفکری شده بود. حالا یه تعبیری هستش میگفتن به خاطر اون در واقع توسعه میخانه ها و اصطلاحا شیرکش خانه ها، روشنفکرها به یه نوعی مرزبندی خودشون رو میخواستن نشون بدن با اون فضا. اما فوتبال به یه شکل در واقع نشانه روشنفکری بود، اون چیزی که من برداشت میکنم، و کشتی به عنوان رشته پهلوانی ما به یک شکل. یک چهره ای رو من مشخصا میخوام سوال بکنم از آقای بهنود، آقای دکتر صدرالدین الهی، یعنی به عنوان یک کسی که بیشتر به عنوان یک سعدی شناس، یک روزنامه نگاری که روزنامه نویسی رو تو فرانسه در واقع تو اون دوره رفته تحصیل کرده، تئاتر شناس، کسی که جنگ الجزایر رو پوشش داده بود تو تاریخ مطبوعات ایران، وقتی مرور میکنیم این بنیان کیهان ورزشی رو میذاره و بخش قابل توجهی از چهرهایی که ایشون الان نام بردن تو این بخش اول صحبتاشون مثل سهراب سپهری میاد تو کیهان ورزشی مینویسه. مثلا الان ما در آستانه المپیک توکیو هستیم، خود همین آقای صدرالدین الهی، البته اگه من اشتباه نکنم المپیک ملبورن اولین بار کیهان ورزشی پوشش داد، ولی همین آقای صدری الهی خودش المپیک توکیو رو پوشش میده، یا عرضم به خدمتتون آقای کاظم گیلانپور. میخوام بگم اون این فضایه در واقع به این شکل بوده که من خاطرم هست یک نقلی رو از دکتر مصباح‌زاده که میگفتن چه وضعیه کیهان ورزشی که کیهان تیراژش تو آبادان 200 تاست و ورزشیمون 4000 نسخه، و اینو توبیخ میکنن. میخوام بگم این جریان های روشنفکری این هوشمندی رو انگار داشتن و این صرافت رو داشتن که با بدنی اجتماع به این شکل ارتباط بگیرن، رسانه‌شون رو توصیف در واقع توسعه بدن، و در این حال در واقع به روزم عمل میکردن اون موقع. میخوام یه توصیفی از بحث و گفتگوهای همون محافل، اون کافه هایی که در واقع ایشون الان توصیف کردن به لحاظ موضوعاتی مثل شعر و مثل سیاست و اینها درش مطرح میشد، آیا مباحث ورزش هم به این شکل واقعا مطرح میشد یا نه؟ و نهایتا خیلی کوتاه اگر که وقت بقیه هم نگیریم، روزنامه نگاری ورزشی امروز رو چطور مقایسه میکنم با اون فضا؟ عذرخواهی طولانی شد. من احساسی رو ندارم که روشن فکر که در اون زمان که عرض میکنم دل مشغولی های فوق‌العاده جدی داشتن، همونطور که الان فکر میکنم که آقای مطهری اشاره کردن یا یکی دیگه دوستان اشاره کردن، این دل مشغولی به چپ و ضد امپریالیست بودن یه قضیه جهانی بسیار قوی بود که دومش هم دیدین که همین جریان باعث شد که امریکا رو سرشکسته در حد نهایت که از توی ویتنام بیرون کرد. یا به زبان دیگه همین اوج، همین وضعیتی که وجود داشت، از یه طرف همینگوی، از یه طرف سارتر، به هر حال کاری کردن که امریکا نتونست بره اون جزیره فسقی کوبا رو ببره. بنابراین بله، موضوع خیلی قوی بود و مورد اشاره آقای دکتر زیبا کلام هم بود و همه حواسه اونجا بود. من یاد ندارم که روشن فکرهای ما، یعنی مثلا من شخصا خودم از همون دهه 40 همیشه با بازی کنیم، یعنی اینقدر از ورزش دور بود و علاقمندی نداشت. تا اونجا که من میدونم بقیه هم از بزرگان که میشناسم مثل فروغ، مثل بقیه هم نمیشناسم، البته استثناء بکنیم آقای ابراهیم گلستانه که قهرمان دو بوده. در مورد آقای صدرالدین الهی که صحبت میکنه، آقای صدرالدین الهی چند جنبه واقعا جدی قابل افتخار هستن. ایشون استاد بزرگوار هم برای روزنامه نگاری ایران فوق‌العاده مهم بودند. دانشکده روزنامه‌نگاری الان همه این چند هزار نفری که حتی بعد از انقلاب در غیاب ایشون فارغ التحصیل شدن به نوعی مدیون ایشون هستن، و بعد دکتر التماس معتمد نشد، و هم در زمینه ورزش، نشریه ورزشی، هم در زمینه مصاحبه، مطالب جدی سیاسی، اینا در همه رشته های روزنامه‌نگاری ایشون سرکرده هستن و از این بابت خیلی
موضوع مهم نیست که هست. البته داخل پرانتز اینطوری عرض کنم که الان اینم جواب داده باشم گرچه موضوع ما خیلی ارتباط نداره، الان به نظرم این روزنامه نگاری ورزشی فعالتر و حضور جوان ها توش بیشتره، انتقاد بیشتره و گویاد خرابکاری بیشتره و حضور بیشتره برای مطبوعات تو زمینه ورزش، ولی به همین ترتیب کیفیت هم کمتره. یعنی الان دیگه شما یک کیان ورزشی پیدا نمی کنید. من نشست ورزشی ایران رو به هوای این موضوع میرم. اولا که بخش عمدهشون خیلی زردند و بعد از اون خب اینم شاهکاری البته که الان روزنامه ورزشی داریم ما که با اون دوران فرق میکنه، فرق میکنن با هم دیگه، هر کدومشون از یه جهتی قدرت و قوت داشتن. ولی جامعه روشنفکری نه، جامعه روشنفکری اگرم هست جدی نیست، جدی نبوده است